چه لذتی داره که صدای آدم تو حرم امیرالمومنین پخش بشه، کسی که حالا مهمان ماست و اصلا دیگه نیاز به معرفی من نداره. استاد کریم منصوری رو تشویق بکنیم. اهلا 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 حجی کریم، خوش آمدین آقای منصوری. ارادتمندم، مشتاق دیدار، خوش آمدین. بفرمین بفرمین. اهلا و مرحبا، حياك الله. چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. این آهنگ همونی که اول سریال حضرت یوسف استاد خونده. البته که کمال بی‌انصافیه همینجوری بخوای از یه کسی یه تلاوتی رو که 20 سال پیش انجام داده الانم انجام بده، ولی من این توان رو در استاد میبینم و ازشون خواهش میکنم. 20 سال پیش یعنی وقتی سنشون تقریبا 90 سالشون بود. بله. ببین حسن، شوخی نکن، استاد ماست. خب استاد همه ماست. ما خلاصه شما اون موقع آقای حسن 70 سال استاد میشه ازشون ازتون خواهش کنم، یادتونه توی ترکیه چقدر مردم از شما درخواست میکنن این فراز رو بخونید؟ مردم ترکیه عاشق این فیلم، عاشق این قسمت تیتراژ سریال از یوسف نن. بسم الله، یه صلوات محمدی بفرست. اللهم صل علی محمد وعلى ما شاء الله. ما شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا اعد 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 اعد. حلوه 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 يعني ما شاء الله. الله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس صدق. وقف وقف، قد قال يوسف همه ميخونيم ميخونيم يلا همين پرده كيشون خون این پرده كيلا ببينم يلا بگيت پرده كي همين پرده خير يلا بسم الله حج كريم التردي شما شروع كن ما بوش كن ببين ما درست ميخونيم يا نه نخوام نمره بدي به ما استاد ما هم بخونیم. یلا نه همه میخونن، همه میخونن، یلا خونن. یلا حجی کریم ایشون شروع کنه. نه ازو بشه گوش کنه، فقط گوش کنه. آره ازو گوش کنه. فقط با دستش جواب میده. یک دو سه. ای قال یوسف لأبی الله الله الله
نشد. همه ما همه ما حریف یه نفر نشدیم. همه ما حریف یه نفر نشدیم. ماشاءالله. هزار ماشاءالله. زنده باشین آقای منصور. آقای بوذری حیف از این یه نکته یه دقیقه دو دقیقه بگم. ببینید عزیزان بینندگان، حضرت یوسف معروف به این که خوشگل بود، ولی این تو قرآن نیومده. تو خوشگل بوده ولی یه سجایای اخلاقی فوق‌العاده‌ای نقل شده. من یه چشمشو بگم، اومدن از زندان آزادش بکنن برای وزارت اقتصاد دارایی مصر، میگه اول اون پرونده قضایی ما رو لطفا ببندین، ما بالون نسبت اللاتی قطعنا ایدیهن، اول با یه پرونده باز قضایی، اونم پرونده جنسی، این ما میخواییم بشیم وزیر اقتصاد دارایی مصر که اینجوری که نمیشه، اول برید اون پرونده رو ببندید. بعد ببینید اینجوری میگه، میگه ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. آقا معلوم میشه من خیانت نکردم، من خیانت نکردم. تا میگه من خیانت نکردم، میگه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. آقا من میگم من خیانت نکردم، نه اینکه من پاکار خیانت نیستم، خدا حفظ کرده. اگر کسی ما پاکار هر گناهی آقا بگید هستیم، خدا اگر یه کارایی رو نمی کنیم، خدا ما رحم ربی ما رو نگه داشته. این سیرته، نه کسی خودشو برتر از گناه بدونه، نه دیگران رو به خاطر گناه سرزنش کنه، تعییر بکنه، سرزنش بکنه. خدا میذاره تو کاسش. داریم من عیر مؤمنن لم یموت حتی یرکبه. کسی که یه مؤمنی رو به خاطر کار زشتی سرزنش بکنه، اه اه و پیف پیف بگه این چه کارهای میکنه، چه کارهای از دستش بعد میاد، نمیمیره مگه تو کاسه خودش گذاشته میشه. این میشه سیره یکی از چشمهای سيره حضرت يوسف. احسنتم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن يا رحيم. اي نعم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. الله سبحانه وتعالى. بعد عيدها سبحانه. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي الله الله بعد أجيب سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحسنت.
صدق الله ما شاء الله العلي ما شاء الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله 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 أحسنتم. طيب الله حاج كريم أحسنت. زكاة العلم نشره وشما هم يك مثال خوبي از این آیه هست الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. به چند تا کشور رفتید و تا حالا و مهمترین سفراتون؟ چند تا کشور رو نرفته اون یه بیشتر یادش. فقط مهمه که جواب بده چند تا نرفتی. ایوه اون اجلاسی که چند سال پیش برگزار شد الحمدلله خدا عنایت کرد، من سوره شمس رو داشتم میخوندم، یهو شک کردم از سوره لیل و سوره شمس اول و لیل و نهار اذا جلاها و لیل اذا یغشا. سوره شمس سوره لیل برعکسه و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا. همونجا توسل پیدا کرد آزاد که ما رو ترسونده بودن، گفت آقا پخش مستقیم و خلاصه کنفرانس مهمی و فلان. خدا عنایت که ما عنایت خداست. بعد از اون الحمدلله خدا عنایت کرد و پادشاه‌ها و مقامات مختلف کشور دیگه ما رو دعوت کردن، از جمله شاه مراکش، ولیعهد اردن ملک حسن، وزیر خارجه عمان یوسف بن علوی و چند تا از مقامات دیگه کلام دادن. نزدیک 30 کشور من رفتم. یکی از این خاطرات ما توی سنگاپور بود، داشتم قرآن می‌خوندم، دیدیم یه بنده خدای منقلب شده بود، خیلی پیر مردم بود و خیلی منقلب شده بود. از بغل دستیم گفتم سوال کن چه مشکلش چیه. بنده خدا خیلی منقلب شده بنده خدا. ایشون در جواب گفتن گریه من گریه شوقه، گریه حزن و اندوه نیست و شما از کشوری اومدید که کلمه اسلام روشه، قدر این کلمه رو بدونید، این اسلام رو کشور شماست و شما بوی سلمان فارسی میدید. خیلی اومدن اینجا قرآن خوندن ولی شما خلاصه قدر این کلمه رو بدونید و ازش حفاظت کنید و خلاصه این خاطره. آقای منصوری رو باید به حرف آورد. حاج کریم تازه میگه نوبت هم رسید. این هم میخوام هر ارابی ها اونا که میرن ترسف دوباره میرن سرسف میگیرن دوباره میرن ترسف. آخه شیرین حرف میزنه. حاج کریم بفرضین که شما الان با صاحب العصر و الزمان لقایی داشتید و به ایشون میخواید یکی از مهمترین تلاوت های شما یا کارهای شما به ایشون هدیه بدید، کدوم تلاوت رو هدیه میدید؟ ترسم چون امام ظاهر باطن منو میدونه، میترسم استاد یعنی معلوم نیست خدا باید یوم تو بلا سرائر اونجا مشخص میشه. میترسم اینو از اینجا اصخایی میکنم. شما که امام زمان شما رو به پذیره و پذیرفته واقف یا شکرم. من به نظرم اون قاری که باش بهش تأثیر کنیم و یاد بگیریم، اون قاری که روی نیزه قرآن خوند، اون قاری اصلی که باش همه ما بهش تأثیر کنیم، قرآن عملی و قرآن ناطق، همه ما باید اون آقا تأثیر کنیم، اون قصوه ماست. اون آیه رو هم بخونید. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الله بعد حجي بعد.
الله الله. أم حسبت أن الله الله ای ذبح عظیم یا ابا عبدالله مولای کریم یا ابا عبدالله الحق که عجیب تر بود قصه تو از کهف و رقیم یا ابا تقدیر محفل اینه که بعضی از این لحظات بی‌نظیر که آخرینش در عمر من و شما نباشه ایشالله گره بخوره به نام سید الشهدا. با همین لبهای خشک در آستانه اذان به یاد مولای هستیم که امام صادق علیه السلام با چشمان اشکبار می فرمود جد ما رو گرسنه و تشنه شهید کرد. به یاد مولایی هستیم که تشنگی رو اسباب شفاعت قرار داد. شیعتی ما ان شربت ما عذب فذکرون او سمعتم به شهید او قریب فندبونی کیف استسقی لطفلی فعبو ایرحمون. من چنین بی کس نبودم کندر این وادی رسید بی کسم کردید و عشق از چشمه خون مال و مالم اکبرم کشتید و اون و جعفر و عباس و قاسم این منم که از ظلمتان چون طایر بشکسته با خداحافظ من.